Merhaba arkadaşlar, 4. sınıf aile birlikteyiz. Selam hizmet dostan aziz, با جلسه 4 آی 1 یک زبان ترکی استانبولی همراه شما هستم. من تارا طیبی پور مدرس زبان ترکی استانبولی از مجموعه دانش بنیان فرکیان تک. خب اینجا دوستان ما تمرین داریم، تمرین بین دو نفره که گفتگو کردن، مربوط میشه به گفتگوهای جلسه پیشمون، ولی اومده تو اینجا در قالب تمرین بهمون داده. همجور که میبینید من جوابا رو با رنگ قرمز براتون گذاشتم. البته ما فعلا اعداد رو یاد نگرفتیم، هنوز درسش ندادم، به خاطر همین اعداد رو من با زبان فارسی میگم، ولی در آینده که من اعداد رو گفتم و یاد گرفتیم، از اون به بعد اعداد رو به صورت زبان ترکی میگم. 1. امید. مرحبا، بنم آدم امید. سنن آدن نه؟ 2. اصلی. مرحبا، بنم آدم اصلی. 3. امید. نسلسن اصلی؟ 4. اصلی. تشکرلر، ایم، سن نسلسن؟ 5. امید. سال، بنده ایم، سلامت باشی، من هم خوبم. 6. امید. ممنون اولدوم. 7. اصلی، بنده ممنون اولدوم. 8. اصلی، گروشمک اوزره، هشته کال. 9. امید. گروشروز، گله گله. خب حالا تو این قسمت دوباره یه سری کلمات داریم که باید به کلمات روبرو وصل بشن. منم وصلشون کردم، میبینید همینطور من از روشون میخونم، هر جا لازم به ترجمه بود، کلمه جدید بود، واسهتون ترجمه میکنم. گروشمه کوزره، گروش روز، به امید دیدار. مرحبا، مرحبا. تشکری دیریم، ریجای دیریم. تشکر میکنم، خواهش میکنم. خواهش میکنم در جواب همون، مثلا ما تو زبان فارسی داریم میگیم خیلی ممنونم، اونم میگه خواهش میکنم. این همچی چیزی حالتی. هشتکال، گله گله. اینا خدا هشتکال و گله گله خداحافظی هستن یا در جواب خداحافظی میان. ممنون اولدوم. بنده، خوشحال شدم از آشناییتون. من هم. نسلسن، ایم. نرلیسن، چینلیم. اهل کجایی؟ چینی هستم. نه خبر، چه خبر. ایلیک، سلامتی. خوش گلدین، خوش اومدی. خوش بولدوک، ممنونم. سنن آدن نه؟ اسم تو چیه؟ احمد، احمد. خب اینجا ما چند تا عکس داریم که کنارشون اعداد نوشته شده. عکس در زبان ترکی به معنای رسیم هست. خب من اینجا با توجه به عکس ها و شماره هاشون باید به این کلمات مربوطشون بدیم. من جوابا رو با رنگ قرمز واسهتون نوشتم. بیشتر کلمات هم جدید هستن. من میخونم و ترجمه میکنم براتون. بالای بالا هم شروع میکنم. عافیت اولسون. شماره 8. وقتی که مثلا ما سر میز شام هستیم، از مادرمون یا کسی که غذا رو درست کرده تشکر میکنیم، اونم در جواب میگه عافیت اولسون، یعنی نوش جانت. ای درسلر، شماره 4. ای درسلر بیشتر به معنای سال تحصیلی خوبی داشته باشین یا درس خوبی داشته باشین. شماره 1، بول شانسلر، توپهای شانس. شماره 7، تبریکلر، یا معنیش میشه مبارک باشه یا تبریک میگم. شماره 5، چوک یاشا. وقتی کسی عطسه میکنه ما میگیم عافیت باشه، خب، یا همون چوک یاشا. شماره 10، لطفاً. لطفاً به معنی لطفاً یا خواهش میکنم. شماره 12، عذر دیلریم، یعنی عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام، منو ببخش. شماره 2، ای گجلر، یعنی به معنای شب بخیر، شب خوش. شماره 11، گچمیش اولسون،
یا همون انشالله زودتر خوب بشین یا بلا بدور. وقتی ما میریم عیادت یک بیمار اصولا میگیم گچمی شلسون، انشالله زودتر خوب بشین. شماره 9 مطلو یله، بیشتر به معنای تبریک، تبریک تولد یا تبریک سال نو یا تبریک هر چیز دیگه. 3 تمام، در زبان ترکی خیلی از کلمه تمام استفاده میشه به معنای باشه. شماره 6 ایول جلوکلار، به معنای اینه که سفر خوبی داشته باشین. تو این قسمت هم اینجا هم چند تا 6 تا عکس داریم که باید به کلمات ربطشون بدیم. فقط با عکسای قبلی که یه تفاوتی داره، این زمان هست نه زمان. خب مثل زمانی که روز مادر هست، روزی که عیده، روزی که سال روز ازدواجه یا روز عروسیه، مربوط به زمان خاصی میشه. آنلر گونو، شماره 4 یعنی روز مادر. هاستالک، شماره 2 یعنی وقتی که شما مریض هستین، زمانی که مریض هستین. بایرام، شماره 1 تو ترکیه بایرام به معنای عیده، ولی مثلا نه عیده عید نوروز خودمون یا مثلا کریسمس، نه، بیشتر به معنی مثلا عید قربان اینا، چون اونا سنی هستن. میدونین که ترک ها بیشترشون سنی هستن و یه چیزی بین عید قربان و اینا رو هم دارن. دوم، شماره 6 که روز عروسی میشه. دوم گونو، روز تولد. یعنی یل، شماره 3 یعنی سال جدید، مثل همون عید نوروز یا کریسمس. خب اینجا چند تا عکس داریم که تفاوتشون با عکسهای قبل اینه که اونجا کلمه بود، اینجا جمله است. بنم آدم آلبرت آینشتاین، بن آلمان لیم، اسم من آلبرت آینشتاین هست، من آلمانیایی هستم. 3 بنم آدم موزارت، بن آوسترالیاییم، اسم من موزارت هست، من اتریشیم. بنم آدم ابراهیم کوتلوای، بن ترکم، شماره 4 اسم من ابراهیم کوتلوای هست و ترک هستم. بنم آدم جین رینو، بن فرانسیزم، اسم من جان رینو هست، من فرانسوی هستم. شماره 2 بنم آدم بای، بن چینلیم، اسم من بای هست، من چینی هستم. شماره 5 بنم آدم عمر، بن نیجریم، اسم من عمر هست، من نیجریه‌ای هستم. شماره 1 خب این قسمت همینطور که میبینید، این قسمت سی دی هست. شما باید سی دی رو بذارین یک بار گوش بدین. من اینجا اومدم هم براتون نوشتمش هم براتون میخونم و خب به ترتیبم هست. اولی مال این آقایه هست، دومی مال این خانومه هست، سومی مال این پسره هست و چهارمی هم مال این خانومه هست. مرحبا، بنیم آدم توم، انگلتره لیم، سلام، اسم من توم هست، من انگلیسی هستم. ای گونلر، روز بخیر، بنیم آدم پینار، اسم من پینار هست، ترکم، ترک هستم. گونایدن، بنم آدم کیم، صبح بخیر، من اسمم کیمه، کورالیم، کره‌ای هستم. مرحبا، بنم آدم اولا، اسم من اولا هست، روسوم، روس هستم. خب دوستان، به پایان این جلسه هم رسیدیم. ازتون میخوام که تمرین کنید گفتگوها رو و حتما حتما کلماتی که امروز رو یاد گرفتیم به خاطر بسپاریم. و در آخر شعار همیشگی ما Make it silly simple، یا به قول مهندس فرحی قدرت در این سادگی. من از طرف تیم فرکیان تک به خاطر دنبال کردن این کلیپ از شما تشکر میکنم. شبکه های مجازی ما را در لینکدین، فیسبوک، آپارات، تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید و حتما از وبسایت ما با آدرس farkiantech.com دیدن کنید تا جزوه و کلیپ های دیگر ما را اونجا ببینید. کل ارتباطی با من t.taibipur@farkiantech.com. به امید دیدار، موفق باشید.